حالا این صرف نظر از اینکه دستکاری ژنتیک چقدر فیر هست در دنیا، در ورزش دنیا یا نه، پیرو صحبت شما یه نکته رو عرض بکنم، اونم اینه که اینجا توی امریکا اومدن توی مقداری از ورزشکاران و بعضی از تارهای عضلانیشون رو، خودت بهتر شما میدونی، آزمایش کردن و این ثابت شده که ورزشکارانی که عضلات مثلا توی کشالی رانشون، ورزشکارانی که عضلات تند انقباض دارن، بله، اینها بچه های سرعتی هم دارن و یه سری مشخصات داره دیگه، توی زانو، توی کشکک پا. شما وقتی که ببینید متوجه میشین اصلا این آدم سرعتیه یا بدنش استقامتیه یا چطوره، یا اینکه بر فرض مثال از داروهایی مثل پپتاید که میگید استفاده میکنن، حالا اینا همه دیگه البته ممنوع شده، ولی در خیلی از کشورهای دنیا این کار میکنن. یه مثالی خدمتتون بگم راجع به کشور چین، تیم وزنه‌برداری خانم هاشون، اینا خود حسین رضازاده برای ما تعریف کرد. اینها میان در سه ماهگی، عرض کنم به خدمتتون که یعنی سه ماه مونده به المپیک، میان ورزشکارا رو دستور بهشون میدن برن باردار بشن. بله. و هورمون هایی که در بدن اینها به وجود میاد و بعدم سخت میکنن و بله. هورمون هایی که در بدن اینا به وجود میاد هیچ رکوردی از هورمونش از دوپینگ نشون نمیده، کاملا طبیعیه و قدرت مضاعف اینا میده که بتونن. بله، هورموناشون دو برابره. دو برابر میشه. بعد ببینید تمام اینا مال موقعیه که ما به اون سطح به قول شما متناسب از ورزش رسیده باشیم، ولی جاش به نظرم خیلی خالیه که قبل از همه اینا ما اصلا یه جامعه آماری خیلی بزرگی رو از شناگر مثل اون شهرکی که شما دارید میفرمایی داشته باشیم، که ما یه سری آدم داشته باشیم واسه انجام این کار. ببینید ما رفتیم چین برای مسابقه ای، برای اردو. اونجا یه شهری بود که سینما نداشت، رستوران نداشت، خب خیلی چیزایی که تو شهرهای معمولی دارن نداشت، مثل دهات بود، اما یه استخری داشت که به قدری این استخ مجهز بود به جدیدترین چیزهای روز دنیا که اصلا ما باورم نمیشد که این استخ در این دهات قرار داشته باشه. و متوجه هستم که سرمایه گذاری در این زمینه خیلی خیلی مهمه. حامد جان، فدراسیون، البته فدراسیون ها میدونم که کارشون ساختن اماکن ورزشی نیست و این زیر مجموعه سازمان تربیت بدنی و وزارت ورزش هستش، ولی فدراسیون چقدر همکاری میکنه با این زمینه؟ آیا شما با فدراسیون در زمینه کلاس های مربیگری، میدونم که رئیس فدراسیون آقای محسن رضوان دوست صمیمی شما هم هست، برای سالها با هم همبازی بودید، همکار بودید، چقدر ایده‌هاتون رو میتونید در شرایط موجود در کشور ایران عملی کنید؟ من دو جلسه در فدراسیون شنا برای آیین‌نامه لیگ واترپولو من دعوت کردم، رفتم برای صحبت کردن. وقتی همینجور که الان ما با هم نشستیم صحبت کردیم، افرادی که پشت اون میز نشسته بودن به حرفای من خندیدن. یعنی اینکه من دیگه والا روم نشد دیگه واقعا برم دنبالش، چون که اصلا وقتی که اون در حد فرکانس ذهنی من نیست، من نمیتونم دستشو بگیرم بگم آقا تو بیا بالا، تو ردیف من فکر کن. اون خیلی پایین داره فکر میکنه، پس در اینکه من نمیتونم چیزی رو به اون بفهمونم، یاد بدم و بگم که آقا اینجوری رفتار بکنی. در چه من زیاد با محسن، با درست دوست عزیز خوبی هم هستش، ولی که تا تونسته چوب لای چرخه خیلی از افرادی شبیه من گذاشته و ما همکاری نمی کنیم، متاسفانه همکاری نمی کنیم، خودمون دوست داریم. و غیره شما میدونید که استخر قهرمانی شیرودی تا فدراسیون چقدر راهه؟ 100 متره. اگر ایشون بلند شه بیاد این استخر رو الان ببینه، میتونه زنگ بزنه به رئیس کنفدراسیون شنای آسیا بگه بلند شو بیا اینجا، اینو جزو یکی از شناهای استخرهای برتر بین‌المللی فینال محاسبه کن. اگر ضعفی داره بگو ما برطرفش کنیم. ما که نمیگیم بیا برو استخر بساز، ولی میتونه که 200 میلیون خرج کنه، یه سکو براش بزنه، یه جایگاه برای چی میگن خبرنگار و سیستم صوتی تصویری و اینجور چیزا برای خودش درست بکنه. لازم است من خدمت بینندگان عزیز بگم که استخرها با وجود داشتن اتاق خبرنگار، سکوهای قهرمانی، تاچ بیس های فینیشینگ و با اینها امکان برگزاری مسابقات خواهد داشت و استخر قهرمانی خواهد شد. بله، استخر قهرمانی هم باور کنین به قدری زیبا شده و اینقدر زیبا هستش که مثلا کنار استخر یک فضای در اون گوشه، از اونجایی که موتور آب می اومد، حالا من آلارمایی به شما میدم که شما تو ذهنت الان جرقه زد، برام الان یه خورده خندیدی، درسته؟ بله بله. اون چاه آبی که از اون استخر پشتی می اومد، اونجا رو کردن یه سونای بسیار عالی.
سونا جکوزی، سونای خشک و یه فضای کوچیکی داشت که حتی من به این بنده خدا گفتم شما میتونی اینجا اتاق فریزر درمانی بذاری، یعنی بچه‌هایی که آسیب دیدن 30 ثانیه بره توی دمای 40 درجه زیر صفر تمام درداش میخوابه آماده برای مسابقه است. اصلا نشنیده بودن. این علم در فدراسیون جهانی که بین‌المللی هست، یک زمانی هم آقای مرادی رئیس کنفدراسیون شنای آسیا بود، نبود. من باید تأسف بخورم یا بخندم، واقعا من موندم. من متاسفانه تلفیقی از هر دوتای اینا رو هممون داریم. با این همه امکاناتی که اون استخر 1319 در زمان جنگ جهانی ساخته شده، بله، همون موقع در مرکز شهر تهران دو تا سه تا استخر بزرگ، همون خود امجدی استخر قهرمانی، استخر سرپوشیده و الان اون استخر سگانه‌ای که اونجا هست، چاه آبی که شما فرمودین، این چاه فکر میکنم هنوز سیستم الان که من نمیدونم ولی موتورش اینا فکر میکنم هنوز همونیه که 1319 شده. بله بله همون. بچه آبی میده بیرون زیر اون درختای بله. تنومند امجدیه. حامد جان من شنیدم امجدیه رو میخوان بسازن، میخوان مجتمع مسکونی تجاری بکنن، شما یه همچین چیزی شنیدین؟ چند روز پیش از پیشکسوتای فوتبال در وسط زمین چمن مصاحبه به عمل اومد که اینجا رو قراره بدن به یک شخصی عادی که ثروتمند هستش، حالا شاید از گردن کلفتای مالی باشه، آقازاده باشه، چسی باشه، قرار اونجا رو ساخت و ساز بکنن و متاسفانه هی داشتن بچه های پیشکسوت فوتبال میگفتن سابقه این فوتبال اینه، این زمین اینه، ما در اینجا مسابقات بین‌المللی فوتبال برگزار کردیم، بزرگترین تیم های بین‌المللی دنیا اومدن اینجا بازی کردن، قهرمان معروف بزرگ پرتغال اینجا اومده، در گذشته هم دوره های آقای پله بوده، اینجا آمدن رفت آمد کردن و این نمیشه واقعا اینو از بین برد. هنوز چمن ایداله آقای عجیر عزیز و من نمیدونم چرا مسابقات اونجا نمیذارن و همچی قصدی دارن، ولی امیدوارم که سعادت نداشته باشه و نتونن این کارو بکنن. ولی تا بوده هر چی زمین ورزشی در تهران هستش، مثلا در قیتری تنها زمین ورزشیشو دارن ساخت و ساز میکنن.